سلام به بینندگان عزیز تلویزیون سوپریم مستر. به برنامه آشپزی امروز خوش آمدید. من آوا هستم و تصمیم دارم امروز آموزش یک غذای سنتی ایرانی رو به همراه فلفل دلمه‌ای شکمپر خدمت شما عزیزان ارائه بدم. برای تهیه این غذا ما حدود 200 گرم نخود لازم داریم که همونطور که عزیزان میدونن این نخود نسبت به حبوبات دیگه دارای زینک، منگنز و آهن بیشتری هست. ماده بعدی ما لوبیای چشم بلبلی هستش که این هم همینطور دارای پروتئین بسیار و سلولوز و دارای کلسیم و پتاسیم و ویتامین های آ، ب و س هست. ماده بعدی که ما اینجا نیاز داریم یک عدد پیاز و یک عدد سیب زمینی هستش که هر دو میدونید که ویتامین C داره. ماده بعدی که اینجا استفاده میکنیم بذر کتان هست که من اینجا به صورت پودر آماده کردم به اندازه 5 قاشق غذاخوری. نکته قابل ملاحظه که باید عرض بکنم خدمت شما عزیزان اینه که بهتره که بذر کتان رو دقیقا قبل از استفاده پودر بکنیم، چون این مقداری از خاصیت غذاییش رو از دست خواهد داد اگر زمان طولانی به صورت پودر نگهداری بشه. همونطور که میدونید بذر کتان حاوی اسیدهای چرب ضروری هست که دارای ویتامین های ب، اومگا 3 و اومگا 6 هست که برای زیبایی پوست، رشد مو، آرامش اعصاب و استفاده اون برای خانم ها به خصوص در دوران یائسگی بسیار مفیده. سپس من مقداری آرد نخودچین اینجا آماده کردم که احیانا اگر که چسبندگی موادمون خیلی خوب نبود میتونم ازش استفاده بکنم. و بعد هم به اندازه 3 قاشق غذاخوری جعفری خرد شده دارم و سپس به اندازه دلخواه میتونیم نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و زنجبیل استفاده کنیم. برای پر کردن داخل فلفل دلمه‌ای هم من از قارچ و گوجه فرنگی خوش شده که 2-3 روز قبل توی روغن زیتون گذاشتم استفاده میکنم. خب برای تهیه شامی من ابتدا پیاز رو تو این دستگاه میریزم که خرد بکنه برام. که یک پیاز کامل بود. بعد سیب زمینی رو قاطی میکنم. میخوام که کاملا له بشه و توی شامی دیده نشه. به این دلیل کاملا دوباره رنده میکنم اینو. حالا یک مخلوط خوبی از پیاز و سیب زمینی به دست اومد. خب سپس ما نیاز داریم به یه مخلوط کن بزرگتر، به یه میکسر بزرگتر که من اینو جا به جا میکنم. حالا من نخود رو به موادمون اضافه میکنم. سپس لوبیای چشم بلبلی. بعد سعی میکنم اینا رو دوباره با هم میکس میکنم. اینجا ما ممکنه که نیاز به کمی آب داشته باشیم که مواد رو خوب با هم مخلوط بکنیم. من کمی آب استفاده میکنم.
حالا میتونیم 5 قاشق پودر بذر کتان که داشتم رو میتونم اضافه بکنم. باز احساس میکنم که کمی این مواد ما خشکه. باز میتونم بهش آب اضافه بکنم و اگر که موقع درست کردن دیدیم که چسبندگیش کم یا زیاده، میتونم با آرد نخودچی چسبندگیش رو به میزانی که میخوام تغییر بدم. در این مرحله میتونم نمک، فلفل و بقیه افزودنی ها رو اضافه بکنم. میخوام که یک مواد کاملا یک دست و مخلوط به دست بیارم که چیزی توش مشخص نباشه، کاملا یک دست باشه. من همونطور که میبینید همه این ماده رو نمیخوام استفاده بکنم چون که احساس میکنم چسبندگی خوبی داره مواد من. یه مقدار خیلی کمی استفاده میکنم، به اندازه 1 قاشق غذا خوری. من 2 قاشق داشتم که تقریبا نصفش رو استفاده میکنم. بله، این خمیریه که من دقیقا بهش نیاز دارم، خمیریه که به خوبی به همدیگه میچسبه و یک شامی خوشمزه رو برای ما درست میکنه. خیلی خوب، این خمیر آماده است کاملا و من اینو به مدت 3-4 دقیقه یا 5 دقیقه میذارم کنار تا به خوبی موادش به خورد هم بره و چسبندگی لازم رو برای من ایجاد بکنه. گفتیم اینجا در این مرحله ما فلفل دلمه ای داریم که میخوام داخلش رو با قارچ و گوجه فرنگی خوش شده هست پر بکنم. خب حالا ما آماده هستیم که فلفلمون رو داخلش رو پر بکنیم. خب برای این کار ما کمی ریحون خرد شده دارم که اینها رو با هم قاطی میکنم. این قارچ و گوجه فرنگی خوش شده و روغن زیتون و همچنین ریحون یه طعم خیلی خوشمزه‌ای با هم ایجاد میکنه. وقتی با هم مخلوط میشه طعم بسیار خوشمزه‌ای داره و همطور که میدونید خیلی هم مغذیه. و روی این رو هم با زیتون سیاه تزیین میکنم. بعد که کارمون تموم شد با این فلفلا، اینا رو من توی آون قرار میدم به مدت 5-10 دقیقه با درجه 150 درجه سانتیگراد. گوجه فرنگی ها بسیار خوشمزه است، از حیات خونه مادر شوهرم چیده شده و ایشون برای من درست کردن، آماده کردن، چون خانه بسیار با سلیقه ای هستن. و همینطور این ریحون ها از باغ منزل ایشون هست. خیلی خوب، موادم که باقی مونده میتونم باقی این فلفل ها رو پر کنم. حالا من اینو داخل آون میذارم به مدت 7-10 دقیقه فقط به اندازه که فلفلای مقداری نرمتر بشن. لازم به پخت این غذا اصلا نیست. اصلا لازم نیست که این پخته بشه. فقط حدودی که یه مقداری فلفلامون نرمتر از این حد بشه. خب من اینو در آون قرار میدم.
به ادامه برنامه خوش آمدید. من فکر میکنم که فلفل ما الان آماده است و من میخوام که اینو از توی آون در بیارم. من این کنار قرار میدم که کمی خنک بشه. حالا من گاز رو روشن میکنم و روی حرارت ملایم قرار میدم. روغن سبزیجات ارگانیک استفاده میکنم. خب برمیگردیم اینجا. من لازمه که جعفری رو حالا با این موادمون مخلوط بکنم. باقی این کار رو با دستم انجام میدم. من بقیه این رو با قاشق مخلوط میکنم. همطور که میبینید یک خمیر خوب یک دست به دست اومده. من به کمی آب نیاز دارم برای درست کردن این شامی که خمیر به دستم نچسبه. به اندازه یک نارنگی درست میکنیم. به اندازه نارنگی گلوله برداشتم به این شکل. و حالا در روغنی که از قبل آماده شده قرار میدم. دوباره به یک اندازه یک نارنگی این شامی بسیار مغذی، حاوی پروتئین و روغن‌های چرب ضروری، امگا 3، امگا 6، ویتامین B، ویتامین A و ویتامین C هست که ما با همراه این فلفل استفاده می‌کنیم. ویتامین C کافی به بدن میرسه. گفتم اینجا عزیزان اگر که چسبندگی شامی خیلی خوب نبود میتونید که مقدار بذر کتان رو اضافه تر بکنید. بیشتر پودر کتان بهش اضافه بکنید چسبندگی موادتون بیشتر خواهد شد. سیرش رو میتونم مقداری بیشتر بکنم حرارتش رو که سریع‌تر درست بشه. خیلی خوب. به خوبی سرخ شده. حالا ما غذامون رو تسلیه میکنیم. آماده سرو هستش. برای سرو این غذا من یک دونه از این فلفل رو میذارم اینجا، یک دونه دیگر رو هم میذارم برای سرو اینجا.
به این شکل آماده سرو است با کمی سالاد سرسبز و سبزی تازه. در اینجا این غذا آماده است که در کنار خانواده نوش جان کنید. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. به امید دیدار. For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.